سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. همونجوری که میدونید تو کانال من در مورد زندگی آمریکا صحبت میکنیم و نحوه مهاجرت کردن به خارج. اگه کانال سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنید و بقیه ویدیوها رو ببینید. اما امروز قراره در مورد بحث مالیات صحبت کنیم. خب توی آمریکا کلن یک کمی این قضیه مالیات اذیت کننده است. حالا نه اینکه چیز بدی باشه، ولی خب چون ما کلن با یه سیستم دیگه بزرگ شدیم و اینا یکی این متفاوته واسمون. دلیلش هم اینه که اینجا روی هر چیزی که شما در واقع میخرید یه مالیاتی میخوره. حالا چه پوشاک باشه، چه خوراک باشه، هر چیزی. یعنی شما رستوران که میری وقتی غذا میخوری مثلا 18 دلار 20 دلار شده غذات، نزدیک 3 یا 4 دلارش فقط مالیات اضافه میره، مثلا 22 دلار 23 دلار. لباس میخری همین جوریه. و خونه میگیرید مالیات باید بدی، ماشین میخری باید مالیات بدی، هر کاری که شما میکنی باید مالیاتش رو بدی و مالیات های سنگینی هم داره. اما حالا دیگه تو پرانتز هم بگم، تنها چیزی که مالیات بهش تعلق میگیره وقتی میخوای خونه تو بفروشی، یعنی یه خونه گرفتی خریدی، وقتی میخوای مالیات رو بفروشی رو فروشه هیچ مالیاتی تعلق نمیگیره. حالا از اینا بگذاریم. توی آمریکا خب گفتم مالیات میگیرن، دو نوع مالیات هم برداشته میشه روی پولی که بهت میدن، حقوقی که بهت میدن و همچنین روی خریدایی که تو انجام میدی. یکی بهش میگم مالیات استیت، یکی بهش میگم مالیات فدرال. و در واقع در طول سال معمولا شما واسه حقوقی که میگیری یا واسه خریدایی که میکنی یه مالیاتی کم میشه و از اون برم یه مالیاتی بیشتر پرداخت میکنی، یعنی دو سرسوز در واقع میشی. خب اما توی انتهای هر سال معمولا سال مالیاتیشون فکر کنم تقریبا برابر با سال مالیاتی ایرانه. یعنی الان مثلا ددلاینش تا مثلا اپریل اینا هست، اپریل میشه جنوری، فوری مارت، اپریل ماه چهارم اینجا، که اگه نگاه کنی تقریبا میشه همین اردیبهشت و اینا، اردیبهشت و خرداد ایران. فکر کنم سال مالیاتی ایران هم همون زمان باشه، مطمئن نیستم. به صورت کلی اینجوریه که شما باید در واقع یه سری فرم پر بکنی و این فرما رو میفرستی واسه همون اداره مالیاتشون و اونا بهت پولتو پس میدن، یه قسمتی از اون پول مالیاتی که بیشتر ازت گرفتن رو بهت پس میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه در طول سال شما یه سری مالیات پرداخت میکنی و یه سری مالیات کم میشه رو حقوقت، که این مالیات بیشتر از اون مالیاتی هستش که در واقع حق بوده ازت بگیرن. خب واسه کسایی که درآمدشون کمتره این اتفاق میفته، یعنی واسه کسایی که درآمدشون کمتره چون پول بیشتری رو پرداخت کردن و پول بیشتری رو مالیات در واقع حقوقشون کم شده، میگن آقا بیا پولی بهت پس بدیم. اما اونایی که مال درآمدشون خیلی زیاده، این انتهای سال مالیاتی باید پولی بدن. خب اما واسه مایک مثلا، من دانشجو ام، اینجا حقوقم شاید ماهی 2-3000 دلار بیشتر نباشه حد اکثر، فهمیدن که آقا مثلا ما قشر مثلا ضعیف جامعه هستیم و اینا، میان معمولا آخر سال یه پولی بهمون پس میدن. حالا این پول چجوری پس میدن؟ اینجوریه که توی هر سال در واقع وسط های ژانویه یه فرم میاد در خونه که در واقع بهش میگن فرم W2. این فرم W2 چیه؟ که توش میاد میگه که آقا این از این حقوق که گرفتی چقدر مالیات کم شده، یعنی این حقوقی که توی این سال گذشته گرفتی اینقدرش به خاطر مالیات رو از دست دادی و حالا این مالیات به خاطر استیت بوده یا فدرال. واسه همین این فرم W2 رو بهت میدم. خودت هم که مشخصاتت رو داری، مشخصات SSN رو داری و سایر مشخصاتت موجوده، باید بری توی یه سری سایت های خاص و اطلاعات رو پر بکنی و در واقع اونا به دو تا فرم میدن واسه کسایی که اینترنشنال هم، مثلا مایی که مثلا مهاجر هستیم و اینا، تو چند سال اول باید فرما رو پست کنی، به صورت آنلاین نیست. اطلاعات ما تو سایت وارد میکنیم، اون سایت بهمون دو تا فرم میده، ما فرما رو PDF میگیریم، میل میکنیم، پستش میکنیم و اونا دریافت میکنن اداره مالیه. و معمولا بعد یه مدتی مثلا 2 یا 3 ماه بستگی داره که کی ارسال بکنی، بهت پولتو پس میدن. حالا این پولی که پس میدن مثلا بستگی داره، از 100 دلار 200 دلار ما شنیدم تا 1000 دلار 2000 دلار بهت پس میدن. یعنی مثلا میگن یه چکی بهت میدن یا مثلا دایرکت دیپوزیت مستقیم میره داخل حساب، 2000 دلار بهت مثلا انتهای سال پس میدن.
و یکی از اون فرم W2 بود که در واقع توش تمام اطلاعات مربوط به مالیاتتون که تو سال گذشته پرداخت کردید رو وارد کرده. یه فرم دیگه یه هم وجود داره واسه کسایی که توی بورس سرمایه گذاری کردن اینا. اگر توی بورس سرمایه گذاری کردید و فقط توی روی استاک بوده، استاک یعنی حالت بیت کوین و نمیدونم لیت کوین و اینا نیست دیگه، یعنی حالت کریپتو نیست، فقط حالت خود استاک. اگه حالت استاک فقط یا خود بورس معمولی سرمایه گذاری کرده باشی، هیچ گونه کار خاصی نباید بکنی، هیچ گونه مالیات اضافه هم نباید بدی. اما اگر روی این ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده باشی، باید یه فرم جداگانه علاوه بر W2 رو بفرستی داخل همون سایتی که بهتون گفتم، یعنی اطلاعاتش رو وارد کنی. وقتی که اطلاعاتش رو وارد میکنی، معمولاً سیستم محاسبی مالیاتی که باید بهت پس بدن فرق میکنه و معمولاً بر اساس سودی که از ارزهای دیجیتال گرفتی، معمولاً پولی که بهت میخوان پس بدن شاید کمتر باشه. خب این اتفاق میافته، واسه همین یکم دنگ و فنگی کسایی که ارز دیجیتال کار میکنن اینجا توی بورس بیشتر هستش و اونایی که ارز دیجیتال کار میکنن باید صبر کنن. حالا تو آمریکا فقط دو تا پلتفرم یا سه تا پلتفرم هست واسه بورس و ارزهای دیجیتال، نمیتونی مثل ایران و اینا نیست که بخواید توی جای مختلف. اینجا فقط مثلا یه نرم‌افزاری دارن به اسم رابین هود. تو این نرم‌افزار رابین هود توش یه سری ارزهای دیجیتال خاص هم فقط میتونی سرمایه گذاری کنی میکنی. بعد مثلا بهتون گفتن W2 رو وسط های ژانویه فرمشون میدن، رابین هود مثلا وسط فوریه میاد فرم تکس رو بهت میده. W2 رو داری، این فرم تکسی که مثلا از بورس هم گرفتی رو اطلاعاتش رو داری، میری توی سایت وارد میکنی، اون سایت بهت دوتا فرم میده که اون دوتا فرم یکیش مال فدراله یکی مال استیته که بهت میده، تو اونا رو پست میکنی، بعد یه مدت پولتو پس میده. اما دو سه تا سایت بچه ها وجود داره که معمولا واسه ما که مهاجرین از بچه ها از سایت اسپرینگ تکس استفاده میکنن. یه سری سایت های دیگه ای هم هست مثل تورگو تکس که اینا معمولا کسایی که حالا مهاجر هست، یعنی خودشون اینجا سیتیزن هستن، معمولا استفاده میکنن از اونا. اما واسه ماها اینجوریه که ما میریم داخل این سایت اسپرینگ تکس، اگر مثلا دانشجو باشی معمولا دانشجو کد تخفیف بهت میده که توی سایت اسپرینگ تکس مثلا اگه بخوای ثبت نام کنی با $60 بدی، که اگه دانشجو باشی مثلا این $60 میشه $30. بنابراین این کل فرایندش اینجوریه که در طول سال توی آخر سال مالیاتی بر اساس اون فرم W2 و اگر توی بورس کار کردی فرمای دیگه میان و بهت پولتو پس میدن. حالا اینکه 2 ماه طول بکشه یا 3 ماه که پولتو پس بدن بستگی داره کی میفرستی. اگه خیلی زود بفرستی یا خیلی دیر بفرستی، معمولا یه کمی زمان تناقض داره. مثلا اگه خیلی دیر بفرستی مثلا یه سال طول کشیدن رو پولتو پس بدن، بنابراین باید مثلا توی ماه فوریه آخرای فوریه بفرستی این فرم تکس رو که 2 یا 3 ماه حد اکثر بعد از اینکه فرستادی بهت پولتو پس بدن و واقعا پول مفتیه و خیلی هم لذت داره که شما فکر کنید طول سال یک سری داری پول میدی، آخر سال یه $1000 مثلا بهت. بعد وقتی که تو فشار هستی $1000 خیلی خیلی کارا میشه باهاش انجام داد. خودش یه پول بلیط هواپیما به سمت ایران کلا. یه توضیح بود بچه در مورد بحث مالیات و اینکه مالیات چجوری در واقع بهت پس میدن اینجا. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و بقیه ویدیوها رو ببینید. حتما نظرم بدید. خیلی ممنون و وقتتون بخیر.